خوش اومدین به بخش دوم برنامه. امروز فرصتی برای آموزش عمومی در مورد حقوق زنان، برای بسیج اراده و منابع سیاسی و همینطور برای گرامی داشتن و تقویت دستاوردهای زنان، تا مردم با هر پیشینه، سن و جنسیت ببینن چه کاری میتونن انجام بدن تا جهانو به مکانی برابرتر برای همه تبدیل کنن. چه بسیار زنانی که در برابر خشونت و ناعدالتی سینه سپر کردن. تاریخ ایران نام نسرین ستوده ها، نرگس محمدی ها و سپیده قلیان ها را از یاد نخواهد برد که در برابر تبعیض و خشونت از آزادیشون گذشتن. از موارد تبعیض و خشونت علیه زنان هممون بسیار متاسفانه شنیدیم، ولی یکی از شنیع ترین و ضد انسانی ترینشون قتل ناموسیه. تصاحب جسم و روان زن به نام ناموس و غیرت، بعدش هم تصمیم برای مرگ و زندگی یه آدم. این کلمه ها تو سال 2022 هنوز وجود دارن. یکی از زنانی که سال هاست علیه قتل‌های ناموسی و کشتن زنان به بهانه هتک شرافت خانوادگی، همچنان علیه زناشویی اجباری و خشونت‌های خانوادگی مبارزه کرده، دیانا نامیه که نام آشنایی برای همه فعالین حقوق زنه. من دیانا نامی هستم، بنیانگذار و رئیس سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد در بریتانیا هستم. سازمان ما طبعا با کمپین علیه قتل‌های ناموسی کارش را شروع کرد. تمام تمرکز ما روی کمک به زنانه. ما حتی نباید میانجیگری کنیم، به هیچ احدی اطلاعاتی بدیم بدون اجازه خانم‌ها خودشون، با هیچ سازمانی تماس نمیگیریم و این اعتماد و این محرمانه بودن رمز و اساس کار سازمان ما بود. یادم اولین باری که من دختری رو که اینجا بود، از ایران اومده بود، در سن 6 سالگی شاهد قتل مادرش بود. در سن 16 سالگی خانواده‌اش به زور مادر به ازدواجش میکنن. جای سوزوندن با سیگار، چاقو، دندون شکستن، زبون قطع کردن، 26 اثر شکنجه روی جسم این دختر جوان بود. یادم اولین بار من به این خانم گفتم بیا ما کمکت کنیم. جرأت نمیکرد بیاد و هیچ جایی نداشت تو انگلیس. بعد از اینکه اومد پیش ما، اعتماد کرد و کارش رو درست کردیم، براش اقامت گرفتیم و حالا زندگی خوب و آسوده تو انگلیس داره. هر سال ما حدود 750 نفر خانم داشتیم که احتیاج به کمک ما داشتن و ما به اونا کمک کردیم. ما کانسلر یا روان درمانی داریم، خانه امنی یا رپیوج برای زنان در سال 2015 احداث کردیم و این اولین و تنها خانه امنیه که هست برای زنان خاورمیانه در انگلستان. ما همچنین کمپینای زیادی علیه قتل‌های ناموسی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، ختنه زنان، انواع و اقسام خشونت ها علیه زنان داشتیم. ما به خانم ها کمک میکنیم که راجع به حقوقی که اینجا شامل اونا میشه اطلاع داشته باشن و بر اساس حقوق خودشون اینجا بتونن کارایی بکنن و موفقیت هایی کسب بکنن. وقتی من اومدم اینجا نمیتونستم یک کلمه انگلیسی صحبت کنم و به همین دلیل برای ثبت نام دخترم خانم مترجمی رو از طرف مدرسه به من معرفی کردن. ما دو جلسه خانم با همون اومد، جلسه سوم نیومد. در نتیجه نگران شدم، چون قبلا می اومد خونه با ما می اومد مدرسه، این بار اصلا هیچ خبری نداد، کاملا بی خبر. من رفتم خونه و به ادارهشون زنگ زدم و با اونا صحبت کردم. گفتن خانم مترجم شما اسمش صبحیه است. گفتن صبحیه فوت کرده، شوهرش احساس کرده که او در محل کارش با یه نفر رابطه دوستی برقرار کرده و در نتیجه اونا صبحیه رو برگردوندن، بردن عراق و تو عراق اونو کشتن. تصمیم گرفتم به کمک یکی از دوستام که انگلیسی بلد بود به پلیس زنگ بزنم و این ماجرا رو به پلیس بگم، مطمئن بشم که پلیس داره تحقیقات میکنه. پلیس به من گفت که قتل ناموسی فرهنگ شماست، ما باید بهش احترام بذاریم، وگرنه به ما میگی راسیست. و این اصلا از نظر من قابل قبول نبود. این نه فرهنگ ماست، این یک جرمیه که یه عده جنایتکار دارن انجام میدن و این باعث شد که من فکر کنم باید یه کاری بکنم. و از اونجا بود که سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد رو احداث کردیم. سازمان ما حالا 20 سال سن داره و ما امیدواریم که به زودی جشن 20 سالگیشو داشته باشیم.
خوشبختانه کارای ما در اینجا دستاورده بسیار زیادی داشته که از دستاورده مهمش این بوده که ما تونستیم واقعا بدون اغراق جان هزاران زن رو از قتل ناموسی و خشونت‌های دیگه نجات دادیم. من سال 2014 بود که به عنوان زن سال انگلستان انتخاب شدم و همون سال جزء 100 زن سال بی بی سی انتخاب شدم. سال 2015 من جایزه از طرف یونایتد نیشن سازمان ملل متحد بخش رفیوجی و پناهندگان گرفتم به دلیل فعالیت هایمون که برای کمک به پناهندگان در اینجا انجام داده بودیم و مخصوصا زنان و حتی جوایز دیگه از کردستان و جاهای دیگه که خیلی برای من با ارزش بود، ولی این قدردانی ها در واقع ارزش کار رو دونستن خیلی مهمه و خوشبختانه ما تونستیم خیلی مؤثر باشیم در جامعه و این باعث افتخار منه. خانم نامی نازنین، تشریف بیارید بالا، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. از طرف خودم و تمام زنان سمت نو و مناتو متشکریم برای تمام زحماتی که تو این سالها کشیدید. خانم نامی عزیز، میخوام ازتون بپرسم که خب همه ما میدونیم چقدر نیاز داریم که قوانین عوض بشه تا به فرهنگ تبدیل بشه، تا عرف عوض بشه، ولی متاسفانه خبر قتل‌های ناموسی رو از جای جای جهان خیلی میشنویم این روزها. به نظر شما هر کسی تو خونه خودش، تو جامعه خودش، تو خانواده خودش، تو اطرافیانش چه کاری میتونه بکنه که کمک بکنه کمتر شاهد یه همچین فاجعه‌ای باشیم؟ من قبلا بگم خیلی ممنونم و باعث افتخار منه که شما در واقع کار ما رو ارج می نهید و در این شب، یعنی این افتخار رو به ما دادی که در حضور همه شما و بینندگان عزیزتون باشیم. متشکرم. مسئله خیلی مهمیه. ما واقعا روز نیست، چه در ایران و چه در سراسر جهان، شاهد قتل‌های ناموسی، ازدواج اجباری، ختنه زنان و انواع و اقسام خشونت‌های خانوادگی نباشیم، شاهد تبعیض‌های بزرگ علیه زنان نباشیم. یعنی زن واقعا به عنوان جنس دوم و حتی جنس سوم در خیلی از کشورها از جمله ایران شناخته میشه. متاسفانه زن به عنوان انسانی برابر با مرد شناخته نمیشه. این نوع خشونت‌ها در خیلی از کشورهای دنیا و از نظر ما اینا جرم و جنایت هستن. مردی که دخترش رو یا همسرش رو یا مادرش رو حتی یا خواهرش رو میکشه یک جانیه، یک قاتله، قتل عمد داره انجام میده. مردی که تجاوز میکنه به دختر زیر سن 18 سال به اسمش رو گذاشته دختر کودک همسری یا همسر، این یک جرم و جنایت در خیلی جاهای دیگه و از نظر ما جرم و جنایته. این جرم و جنایت ها، این بی‌عدالتی ها متاسفانه در ایران قانونیه، غیر قانونی نیست و دولت جمهوری اسلامی کاری کرده که مردها و تعداد زیادی از زنان رو حتی بکنه، تبدیل کنه به قاتل زنان، تبدیل کنه به نگهبان اونا، تبدیل کنه به شکنجهگرانشون، نگهبانی زندانیاشون، خونه ها رو تو زنا رو تو خونه نگه داشتن، دخترها رو زیر حجاب کردن، کتک زدن. این جرم و جنایت چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، اون قانونیش کرده و اجازه داده مردا در واقع بشن نگهبان زنان. من اینجا میخوام اینو بگم، اینو قبول نکنین، شریک جرم و شریک جنس جمهوری اسلامی نشین. این بی‌عدالتی ها نباید تحمل بشه. زن یک انسانه، کسی از خانواده شماست، از خانواده ماست. ما کسایی هستیم که در واقع همدیگه رو دوست داریم، به همدیگه مهر و محبت و عشق می‌ورزیم و اینا زیباست. اگه غیر از این باشه نباید قابل قبول باشه. در نتیجه من همه رو دعوت میکنم به اینکه به زیبایی های زندگی، به زیبایی های برابری انسان ها و برابری زن و مرد نگاه کنن و شریک جرم هیچ جنایتی نشن. مردم، اون کسی رو که قتل میکنه باید نه تنها جای افتخار نباشه، بلکه باید انگشت اشاره بهش نشون بدن و بگن
این قاتله. نباید با افتخار از تو خیابون رد بشه، باید منزوی بشه. ما جامعه رو احتیاج داریم که این تغییرات را انجام بده و امیدوارم که حتما صورت بگیره.